یه بارم دیگه توی مهمونی بودم بعد دستشویی طبقه بالا بود بعد که میرفتی بالا تمام سالن پایین ولی میدیدی افتادم بالا و دستشویی پر بود واسه بودم اونجا دستشویی که کسی توشی بیاد بیرون یکی دیگه دوستا اومد بالا بغلم وایساد توی پایین نگاه می‌کردم مثلا پایین چم مهمونی بود دیگه یا لم دو خیالم پسر اخو اینجوری نگاه گفت واقعا خجالت نمیکشی که 80 درصد دختر رو کردی گفتم ببین فرق من تو همینه تو پایین نگاه می‌کنی میگی آها سو 80 درصد اینا رو کرده من پایین نگاه می‌کنم میگم 20 درصدشون مونده حالا از اولین باری که رفتی تلاش کنی که با یکی اوکیشی واقعا خیلی باله دو تا داستان یادم مال بچگیم یکی دختر بود ما خب جفتشون دوستای مامانم دیگه من خوشم میومد ازش و بهش گفتم که مثلا هی هی خایمالیشو میکردم دیگه زنگ بزنم سلام حالت خوبه چه خوشگلی تو همش خ... ولی چیز نبود پا نمیداد دیگه یعنی جواب تلفن میداد لبخنده رو میزد ولی من میگفتم دست تو به دستم میگفت نه پا نمیداد ولی پسم نمیزد خلاصه ما یه چند وقت طولانی سعی کردیم یا نمیاد چقدر جوابی نداد از من به خواهرم گفتم که آقا من میخوام مخ دختر رو بزنم اسمش هم رودابه بود اسمو نگاه کن گفتم که آقا میخوام مخ رودابه رو بزنم رودابه به من پا نمیده و دهن ما رو گایده هی میگه سلام عزیزم بعد ولی کاری نمیکنه سلام گفتش که خواهرم که من میتونم بعد مخشو بزنم ولی هرچی میگم باید گوش بدی گفتم اوکی بعد زنگ زدم به دختره گفت زنگ زدم به زنگ به رودابه و باش تلفن حرف اینا بعد خواهم بهش گفتش که بهش بگو که میای با هم فردا شب شام بریم بیرون بعد گفتش که نه من مثلا فردا بیزی ام بعد خواهم گفت بگو که اوکی گور پدرت گوشو قطع کن روش گفتم چی گفت بهش بگو گور پدرت گوشو قطع کن گفتم ای این چه حرفی که تو میزنی من بعد دختر احترام بذاری بگی عزیزم بنام گربه ملوس و بعد تو مغزم به خودم گفتم که ببین تو که نتونستی دیگه تو هرچی تو مغزت بلد بودی و هر ترفندی که فکر میکردی انسان میتونه باش کاما بکنه رو کردی دختر پا نمیده پس باست تو که فرقی نداره این دختر دو با رو برگ سوخته است بیا ببین خواهرت چی میگه ببین خیس عرق شدم خجالت گفتم گور پدرت گوشو قطع کردم پس شروع کردم سر خواهرم داد بیداد کردم که گوشو قطع کردم و به مامانم گفتم که داکش این چه حرفی میزنی چه اینجوری کردی مثلا دیگه عمرن دختره به ما پا نمیده و گوشو قطع کردم و به خواهرم گفتم که دو چک احمق بازی بود و من این همه زحمت کشیدم دیگه دفنتی دختر پرید و بهت میگم ما خایمالیشو میکنیم و بهش کادو آفر میکنیم و عطر و شام پا نمیده بعد تو بهش میگو گور پدر گوشش قطع کن دیگه عمران زنگ زنگ. و دیگه عمره همین داشتم زر میزنم تلفن زنگ زد خواهرم یه لبخند زد گفت کاستنگ بردا چی شوهرش برایش الو ما هم که مثلا الان بدیم چی زنگ, زنگ الو ای چرا قطع میکنی من که چیزی نگفتم چون ناراحت شدی خواهرم اینجوری کرد یعنی دیدی بعد گفتم گفتم که اوکی بخوام گوش گوش بهش بگو من حوصله مسخره بازی بچه بازی ها ندارم یا فردا میای با هم بریم دیت قرار یا اینکه تو برو راه خودم هم راه خودم مسخره تو که نیستم من همین رو به دختره گفتم اوکی اوکی نه فردا جورش میکنم فردا میتونیم میتونیم آقا دختر اومد بیرون و رل رله شد و رفتیم توش دیگه بعد ولی مثلا بعضی که چند بار با هم مثلا رفتیم بیرون هنو خیلی مثلا چیز نبود فقط به خاطر اینکه من مخشو زده بودم اومده بود نمیخه جوری اینکه در واقع مخشو زده بود اومده بود بعد دیگه من چند وقت اینا پاسو شدن به دوستم هم امی... امیر حسین که همه اسمش رو میشنوین مثلا امیر حسین این دختره مثلا اینجوری که بوش میاد از تو خوشش میاد مثلا ما هم بیرون همش جو تو حرف میزنه و اینا بیا تو کارش امیر حسین هم گفت اوکی پی دوشو بعد دیگه اینا با مزه بودن میمدن خونه بعد میافتن تو اتاق مثلا چند تا نیم ساعت بعد میمدن بیرون موهای به هم ریخته ماتیک دختره رو صورت امیر حسین امیر لباسش عوض شده مثلا با شلوار جین میرفت تیشت. گرم کن و تیشرت با شلوار گرمکن و پیرن میومد و پیرن برعکس مثلا پوشیده بود بعد میگفتیم که امیر حسین بعد اخر خدافظی خدا میکرد میرفت بابا ماماش خیلی گیر بودن بهشون میگفت دانشگاه داره بعد میومد مثلا وقت داشت دیگه میگفت من دو تا چهار بیرون باید باشم مثلا دو نیم میرسی تا سه میداد سه و من برمیگشت که چهار خونه باشه بعد برمیگشت میگفت که امیر رفتی تو اتاق خوب حال کردی نه ما فقط صحبت کردیم آخه مادر در چی دروغ میگی دختره که ما بهت پاس داریم <تص> هم که میدونیم داری میکنیم. لباست هم برعکس میشیدی خدا خود درسته که خب باید تک لباس درست بوش آقا آقا میخندیدی خب اصلا این دختر اولیه بود که نشد ببین این تلفن و موقع موبایل ها فقط اسم میخواستی سیف کنی تو سیم کارت میتونی سیف کنی خود تلفن ها مموری نداشت سیم کارت هم فقط 100 تا اسم میتونه جا میشه توش خب مموریش کوچولوه من 100 تا سیم کارتی که داشتم یعنی 100 تا اسمی که داشتم بدون استثنا دختر بودن همه دختر بودن بعد یادم مثلا میرفتم توی مهمونی پسر میومد میگفتش که خیلی مثلا باحال کردم تلفن اولی مثلا یه با هم حالی بکنیم بعد گفتم که داد تلفن جا نداره تلفن تو بنویسم تو تلفن منو بنویس زنگ بزنم من جا ندارم اینجوری چیز بود بعد تو دفعه تلفن می نوشتم بذار برم دفعه تلفن میتونم بیارم نه که انقدر دست بود اینا نه من خیلی مرتبم دفتر تلفن اینارو چرا اصلا به خودت اووردی کانادا تلفن <applause> دوستام دیگه باورم نمیشه من کل دوستان <applause> به چهار نفر خط تلفن آتش نشنی 125 من نه الان تقریبا نشون میدم دوربین ببینه خب نه کن این الان الفه بعد این ب پ این صفحه صفحه دخترای چیزه سهر شبنم شراره ارکیده سارا دنیا کتایون نازنین تارا مهتاب مرواری یار پارمیدا سهر ساقی و شیکمو بودم ریرو نها کن چقدر رستوران داره توش تمام اولی ها رستوران 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 ژاپنی رستوران کاسپین رستوران آریان رستوران درب به در رستوران بیژن رستوران صدف رستوران چینی رستوران مهتاب رستوران درب به در رستوران 222 ابر روداوه امون ره بود بعد رستوران به روداوه رنا رکسانا رسا رضا رامین او فکرم دماغه یه <applause> دوستش این دماغش خیلی گنده بشه کنیم رز دماغه تا نه اونه آره چه باها خلاصه آره آقا دیگه این داستان اولین دختر بازی من بود اینی که من فکر میکردم باید مثلا خیلی مهربون باشی و آقا باشی و برسی و اینا کاملا اشتباه بود دختر از اونی خوششون میاد که بیتربیت و تخمش نیست و ببین بیتربیتی خیلی لغت سختیه که بگم نباید بی باشی باید بی باشی هر وقت تونستی بتونی اینو بفهمی اون چیزی که دو دختر دوست دارم اگر در بایشی تخم تو بخوانی بگیم اه من فلانم دهنه بعد یه گوزم بگیم دختر از ها... همونجا بالا میاد رود میگید کیرم تو کسی چه که آدم کیریه اون کاری هم که من میکردم عزیزم گل میدم بعد گل بفرستم فلان کنم اونم هم همینطوری یعنی اگر میومدم خواهیم ها میمانوندم و گوز میدادم بیشتر شانس داشتم تا اینکه مثلا آقا بودم این حرفا بلکه خواهرم یاد گرفتم دیگه اینو مثل قانون کردم برای خودم دیگه گفتم آقا نگاه کن دیگه یعنی تو که الان حرف خواهر تو که فکر می‌کنی 100 درصد اشتباه گوش دادی و جواب گرفتی شش 6 ماه هر راه دیگه خود رفتی و همش به بنبست خورد آقا تو نمیفهمی اینو که میتونی بفهمی بفهم که نمیفهمی حالا یادم نفهم باید بری یادم با رو فالو کنه منم خواهرم آدم با شعور بود تو زندگی اون به من میگفت گفت, گفت. اینجوری بریم به اون اونجوری بریم به اون دیگه من یاد گرفتم 4 سال دیگه من که بود خوارم رفت یه من عالی شده بودم خودم همین کارها رو میکردم مثل بنز چیز خوبی هست یعنی درست هست یه حرکت رو زدن و سنگین رفتن تو داستان بعد خود بهتر تو سوال تو بپرسید چی رو زدن؟ خیلی آتفی زیاد دیوونه با و... یعنی تو تو دو... تو جوانی آف... آتفی آره بریم ندیگه میگم آتفی نباید سنگ... بریم جوری که مثلا وای من میمیرم اگه تو نباشی <applause> نه اون دیگه اون نشون میده آدم فوق العاده احمقی است یعنی اگر به اون لول میرسی نه که احمق بدا احمق خوب حالا هر کی لغتش هست بی تجربه چون تو وقتی به اون لول میرسی و تا حالا کسی بهت نگفته باشه که آقا آروم باش اوکی تموم میشه به خودت فشار نیار همه همینن هر خار کسته اولین دختری که باشه شده همینجوری عاشق شده این تو چیز خاصی نیستی تو اگه بفهمی که نمیفهمی میدی رو کنترل کنی ولی اگه بگی نه خب این طبیعیه دیگه من طرفو دیدم واقعا عاشقش شدم دوستش دارم 99 درصد به ضرر تموم میشه به ضرر اون طرف تموم میشه و زندگی تو وقت رو تلف میکنی و جلوی پیشرفت خودتو میگیری 99 ممایز 99 بگم بهتره چون 99 دیگه خیلی صد نفر یه نفر با موفق بشه همین چیزی اصلا نیست بعد به تو بهترین سن این موضوع چیه؟ چه موضوعی؟ کس بکنی یا بری از هم بگیرید سنگون بری آتفه این توی آتفه. آتفی واقعا هیچ وقت نباید توش اگه دروغ نخوام بگم هر وقت خاطفی بری توش بالاخره کیر میخوری بدون استثنا تو هر سنی حالا اگه به جوابتو بخوام به زور بدم سی تو تو سن سی سالگی 29 و 5 ماه هم نه بعد از تولد سی سالگی میتونی بگی آقا من یه دختر دیدم عاشق شدم اونم سی سالشه من اینو دوست دارم اون اینو دوست داره من این کار میکنم اونم کار میکنه دو سالم با هم برنامه داریم من اینو واقعا دیوونه شم اونم میتونم قبول کنم ولی اگر به اون طرف نشون بدی که عاشقی چیه اون ازت خسته میشه من وقتی الان دوست شدم توی خونه یه خوابه زندگی میکردم چون تنها بودم میخواستم چیکار کنم یه, یه خونه کوچیک گرفته بودم خیلی خیلی زندگی معمولی معمولی النا اومد و خیلی قشنگ با من رو رابطه برقرار کرد بعد که با هم شدیم گفتش که خب بس بریم تو خونه هم دیگه گفتم اوکی گفتم این خونه تو خونه من که یه خوابه جا نداریم یه بچه داری تو با خودت خودت هم هستی گفت نه اوکی اومد تو خونه یه خوابه با من ساخت تا شبها میگادم یه دونه د... از این گاز کوچولوها داشتیم که روشنش میکنی فکر تو کانون 20 دلاره بعد اینو میبرد میذاشت جلوی در خونه در باز میکرد میشست رو پله ای اول اینو روشن میکرد روش مایتو میذاشت بعد در این من استیک درست میکرد تو نمیدونی این صحنه چه قواس من قشنگه بعد النا بعد میفت یه گاز رو از تو انباری می آورد. بعد زانو میزد مثل این هم کنار خی... خیابون میزد بعد مثلا عمله میخواستم اینا اونجا دود بالا هم میشد همه جا خودش بوی دود گوشت رو میگرفت چون جایی نداشت که بره بر رو پله میشه که جا خود جاتون آب و بارون میخواست تو نمیدونی این صحنه چقدر لذت بخش و ارزش داره واسه من که یعنی یه آدم با یه دونه گاز و یه پله میتونه با خوشمزه ترین استیک رو درست کنه ولی یه آدم های دیگه میتونن تو خونه فلان وسایل فلان بهترین گوشتا یه خاطره واسه تو درست نکنن پسرا ما خیلی مهربونیم ما خیلی فاکین مهربونیم بعد ما فکر میکنیم ما بده ایم دخترا خوبه ما مهربونیم ایم دخترا بدان خب بعد وقتی تو اون بده رو خوب تاس خود فکر بکنی دیگه اصلا به گا بعد اونا می میدونن با یه لوس کردن و کوچیک بودن و چون ببین هم خوشگل هم تو دلبرتن چه بچه قن خوشگله چون کوچولوتره. تره چیزای کوچولو کلا خوشگل و گوگلی ترن دخترم اینو داره روش بعد ما پشمالی ایم اونا بی پشمن. دوباره اون گوگلیش میکنه اونا نرمن ما سفتیم دوباره گوگلیش میکنه بعد اون پرتغال هم که بذاری روش لاپاشون که دیگه اصلا سیستم به گام دیگه دیگه سات اول نمون فقط پرتغال میتونه مغز تو رو بزنه بخاطر همین تو همیشه توی, توی توهمی هستی که این یه دختر خیلی ماهه و عشق و فلان و بسال تو نباید مثلا اینو ناراحت کنی اینجوری فکر نکنی دخترها یه چیزای فوق العاده حسابگر حواس به جمع به فکر خودشون فقط و میخوام به خودشون چیزی که خودشون میخوام بهش برسه اصلا تخمشون هم نیست که تو چی میخوای کی هستی چی هستی تمام مردایی که الان زن شوهر دارن یعنی زن شوهرن یک سال شروع کردن کار نکردن 95 درصدشون به طلاق میرسن این یارو میگه من دیگه نمیخوام کار کنم حسین ندارم اصلا نه مریض شدم نه نم مشکل نمیخوام دیگه کار کنم حالا ما 10 سال زن شوهریم 10 سال تو خونه خواب... خوردی خوابیدیم من 10 سال کار کردم حالا من دیگه نمیخوام کار کنم منطق چی میگه منطق میگه خب بس نوبت تو به 10 سال کار کنی دیگه این که کوسه خارش منطق دوم چی میگه خیلی خب 10 سال کار کرد حالا یه سال نمیخواد کار کنه قبول بزیسو سخت زندگی میکنیم این حال کنه دیگه نمیدیم بیرون یه کفش گرون نمیخریم ولی این یه سال حال کنه اونم نه در حرف چهار ماه میذارتت میره بعد به هر کی میرسه میگه آره یهو کست خود از خونه گو کار دیگه نمیکنه کا زندگی اونو از بین ببره اونم یه خود. خوب شد زندگی تو سیو کردی خواهر من چه آدم کیری بوده اگه دروغ میگم کامل لازم این کس میگی